یک جوان در بدخشان خودکشی کرد. آموزگاران در فاریاب، طالبان پولهای مندرس را به عنوان تنخواه توزیع می کنند. واکنش رحمت الله نبیل به دیده شدن مولانا مجیب الرحمن انصاری در مهتاب. آلبانیا روابطش را با ایران قطع کرد. و در پایان اخطار پوتین به دنیا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. منابع در بدخشان میگویند که یک پسر جوان در فیض‌آباد مرکز این ولایت با شلیک تفنگچه به زندگیش پایان داده است. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت که این جوان محمد عیسی نام داشت و پس از چاشت دیروز خودکشی کرده است. او علت این خودکشی را مشکلات خانوادگی بیان کرد و گفت که محمد عیسی بعد از درخواست پول از مادرش برای سفر به ایران و دریافت پاسخ منفی با شلیک تفنگچه و از زندگیش پایان داده است. در خبر دیگر، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که دو شب قبل یک مرد تجارت پیشه در ناحیه ششم فیض‌آباد توسط بدهکارانش کشته شده است. با گفته او، در پیوند به این قتل 3 نفر بازداشت شدند. احمدی گفت که مقتول پس از آن به قتل رسیده که از بدهکارانش خواسته بود که بدهی را بپردازند. شماری از آموزگاران در فاریاب شکایت دارند که بخش از حقوق ماهواره که دریافت کردند پولهای مندرس و بی‌اعتبار است. چند تن از آموزگاران در فاریاب چهارشنبه و 8 صبح گفتند که از مجموع 8000 افغانی حقوق ماه گذشتهشان نزدیک به 3000 آن پولهای فرسوده و بی‌اعتبار است. حبیب الله آموزگار در یکی از مکاتب شهر میمنه میگوید که از 7900 افغانی معاشی که گرفته 3000 آن قابل چلش نیست و دکانداران از دریافت آن خودداری میکنند. او افزود نصف از معاش را از پولهای غیر قابل چلش توزیع میکنند. این پولها را دکانداران شهر میمنه و حتی بانکها به عنوان بل برق نمیپذیرند. یک منبع محلی میگوید که مسئولان اداره مستوفیت طالبان در هماهنگی با والی این ولایت تصمیم گرفته است پولهای مندرس و غیر چلش را به عنوان حقوق معاونه کارمندان ملکی این ولایت توزیع کند. رسانه های اجتماعی که اصالت خبر آن قابل پرسش است چنین نگاشتند: فوری ناسا آخرین تصویر ثبت شده از ما را منتشر کرد. در آخرین و تازه ترین گزارش ناسا آمده است که صورت یک موجود شبیه به انسان در ما برای اولین بار در تاریخ مشاهده شده است. ناسا این خبر را در حال اعلام کرده است که دیشب تا کنون تعداد زیادی در فضای مجازی این رویداد را شایع و کذب خوانده بودند. در این حال رحمت الله نبیل روی برگه فیسبوکش نگاشته است: یکی از کرامات امارت اسلامی این است که ایمن الزواهری را در شیرپور دیده نمیتوانم، ولی مجیب الرحمن انصاری را در مهتاب پیدا میکنند. آلبانیا روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع میکند. در پی حمله سایبری ایران به سیستم دولتی آلبانیا، این کشور اعلام کرده است که روابط دیپلماتیک خود را با ایران تا یک شبانه روز دیگر قطع میکند. رویترز گزارش داده است که ایدی راما نخست وزیر آلبانیا چهارشنبه 7 سپتامبر گفته است که در حال پایان دادن به روابط دیپلماتیک خود با ایران است. او از کارکنان سفارت و دیپلماتان ایران خواسته است تا ظرف 24 ساعت آینده آلبانیا را ترک کنند. و در پایان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانیش در مجمع اقتصادی شرق که در این کشور در حال برگزاری است اعلام کرد: تب تحریمی که غرب ایجاد کرده است تمام دنیا را تهدید می کند. وی افزود که منزوی کردن روسیه غیر ممکن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در مجمع اقتصادی شرق که در ولادیوستوک این کشور در حال برگزاری است سخنرانی کرد و گفت: تب تحریمی که غرب ایجاد کرده تمام دنیا را تهدید می کند. او همچنان با بیان این که منزوی کردن روسیه غیر ممکن است خاطر نشان کرد که روسیه همواره از منافع ملی خود دفاع می کند و به اجرای سیاست های مستقل خود ادامه می دهد. پوتین گفت مسکو و تقویت امنیت در بخش صنایع و اقتصاد خود ادامه خواهد داد.
تشکر از توجهتان. تا درود دیگر بدرود.